آزمون احصایه مرکزی در هرات شفاف نبوده و پذیرفتنی نیست. مسئولان در شورای ولایتی هرات میگویند بیشتر افراد کامیاب شده به وسیله رابطه و زور وارد این پروسه شدند و هشدار میدهند که اگر این موضوع روشن نشود دروازه اداره احصایه این ولایت را مسدود میکنند. مسئولان احصایه مرکزی هرات میگویند هیچ رابطه و تقلبی در پروسه امتحان وجود نداشته و نتایج امتحان از سوی احصایه مرکزی در کابل اعلام شده است. نصیر احمد صالحی گزارش میدهد. حدود یک ماه پیش امتحان ورودی به سروی اقتصادی اجتماعی احصایه مرکزی در هرات گرفته شد. در این آزمون بیش از 6000 تن اشتراک کردند. امتحانی که خیلی ها به نحوه برگزاری آن اعتراض جدی نمودند. مسئولان در شورای ولایتی هرات میگویند این آزمون شفاف نبوده و پذیرفتنی نیست. در این سروی اولویت را به فارغان پوهنتون و انستیتوت ها دادند. اما حالا آنگونه که در نتایج دیده می شود بیشتر فارغان مکتب و افرادی که رابطه داشتند کامیاب شدند. در همین حال رئیس شورای ولایتی هرات هشدار می دهد که اگر اداره احصایه مرکزی به این مشکل رسیدگی نکند بنابر درخواست مردم دروازه این اداره را مسدود می کند. تصمیم مردم اینه که دروازه احصایه جایی کنار ترن میدن. همون جگار ما اجازه نمیدیم به کسانی که به تقلب رفته اون جگار اشتراک کنه. این حرف مردم بود. اگه مردم استاد شما در کنار مردم مجبور مکلف استاد شیم و ظرف قانونی مردم حمایت کنیم. صرفا خودم به عنوان رئیس شورای ولایتی جلسه که در شورای ولایتی برگزار شده تمام اعضای شورای ولایتی تایید کردن که امتحانی که در هرات گرفته شده نمره‌ای هم در هرات باشه اون که در مرکز شده 100% مشکلات به وجود آمده و قابل تایید نمی‌باشد. از سوی دیگر مسئولان اداره احصایه مرکزی هرات میگویند در این آزمون هیچ گونه رابطه و تقلب نبوده، اما اگر افرادی که کارمند دولت هستند وارد این پروسه شده باشند به زودترین فرصت حذف خواهند شد. آمر این اداره در هرات میگوید روند نمره دهی این آزمون در مرکز کشور صورت گرفته و هیچ نظارتی از این روند نشده است. بنابراین هر تقلبی که صورت گرفته به اداره مرکزی احصایه در کابل برمیگردد. تا به این لحظه که ما 21 امتحان گرفتیم کاملا همین پروسی ما اگر شفاف بوده نبوده همونجا امتحان گرفتیم. نماینده مقام ولایت، مقام مطرح شورای ولایتی، معارف، نماینده زنان، نماینده ریاست امنیت، قومنداری مطرح همه حضور داشتن. اگر شفاف بود نبود خب امتحان ورودی بوده بود. از امتحان اصلی فلانه. اما نورودی در مرکز شده کمیته در مرکز بوده نمه بودم نماینده شورای ولایتی و من الله توفیق. روز سه‌شنبه گذشته نیز ده‌ها تن از اشتراک کننده های این آزمون که موفق نشدند به نتیجه این آزمون اعتراض کردند. در همان روز نخست آزمون احصایه هم اشتراک کننده ها این آزمون را پر از تقلب خواندند. تا جایی را که ما دیدم و امروز امتحان دادم نظارت درست از امتحان نشدن و نقل بودن در بین بچه نقل وجود داشت. مشکل عمده ای که وجود داشت در رابطه با نحوه برگزار کردن امتحان بود، شفاف نبود. یعنی میتونست هر دوستایی که مثلا خب حالا نقلم بکنن ازدحام هم خیلی زیاد بود. بر شفافیت مشکوکیم چون سوال هم آسون بود هم نقل زیاد شد. من فکر میکنم که شاید این امتحان خیلی پیش از اینو مطرح نباشه. هدف از راه اندازی این سروی جمع آوری معلومات دقیق از چگونگی وضعیت اقتصادی اجتماعی مردم و مشخص نمودن سطح دانش شهروندان خوانده میشود. ابتدا کسانی که وارد این پروسه شدند آموزش می‌بینند و قرار است از اوایل سال آینده این سروی آغاز شود.